شماره 11 Like a Dragon Infinite Wells. این یکی خیلی بزرگ رفقا که در مورد ماجراجوی بعدی در حماسه ایچیبانه که یک هیروی دوست داشتنی جدیده و خوشبختانه کیریو هم درگیر این بازی. این بار به نظر میرسه که توی یک جزیره تروپیکال و تعطیلات. این بازی‌ها خیلی منحصر به فرد و خاصن، به خصوص بازی‌های جدیدتر Like a Dragon، چون که نبردهای RPG نوبتی زیادی داخلش اتفاق میفته و کلی کار سرگرم کننده و باحالم برای مشغول شدن. این یکی قراره خیلی زود منتشر بشه و مردم خیلی در مورد این بازی هیجان زده هستن. شماره 12 Rise of the Ronin. این جدیدترین کار تیم نینجاست، کسایی که اخیراً نیو و نیوگ دو رو پشت سر گذاشتن. پس این واقعا نشون میده که اونا ژانر اکشن RPG سولز لایک رو درک میکنن و با این سبکشون اونو به مرحله بعد. یه مفهوم واقعا جالبه که جنگ جهانی قرن 19 ژاپن ورژن واقعی ترس رو بهمون نشون میده و به عنوان یک بازی اوپن بورد RPG اکشن شناخته میشه. تو این بازی کارهای جالبی هم انجام میده. با بازهای چالش برانگیز مبارزه میکنن، از سلاحهای خفن استفاده میکنن و به نظر میاد که ابزار و راههای مختلفی برای عبور از محیط ها دارن. تیم نینجا انگار این بار روی داستانش خیلی تاکید داره. اگر به چیزی مثل گوست آف تسوشیما علاقه دارید و منتظر همچین چیزی هستید، این بازی رو هرگز از دست ندید. قطعا عناصر RPG بیشتری نسبت به گوست آف تسوشیما داره و به نظر میاد که خیلی عالی باشه. شماره 13 Vampire The Masquerade Bloodlines 2. این بازی ادامه ورژن اصلی PC RPG کلاسیک هست و راجع به ومپایر هست. نسخه اصلیش بسیار عالی و منحصر به فرد و در زمان خودش تعیین کننده ژانر بود. پس امیدواریم که این نسخه هم بتونه مثل قبلی عمل کنه. اینکه بتونید به عنوان یک وامپایر تو این دنیا زندگی کنید و بچرخید و میشن ها رو انجام بدید و به نوعی مثل سیمز عناصر همه جانبه داشته باشید و تصمیم های خودتون رو بگیرید، واقعا یه بازی چشمگیر به نظر میاد. چرخه توسعه این بازی واقعا طولانی بوده، اما همه چیز به طور قابل توجهی تغییر کرده و بالاخره قراره که نیمه آخر سال 2024 منتشر بشه. امیدواریم که بالاخره ببینیمش. شماره 14 افاوند. این RPG خفن ایکس باکس از Obsidian، سازنده RPG های باور نکردنی. راه و روش خودشون را همیشه بلد بودن. از The Outer Worlds گرفته تا Fallout New Vegas، از نظر فنی افاوند در Eternity Board اتفاق میفته و به نظر چیز هیجان انگیزی میاد. اگر چیزایی مثل Skyrim و Elder Scrolls رو دوست دارید، این بازی رو هرگز فراموش نکنید. ایکس باکس و Obsidian همیشه در کنار هم موفق بودن و به نظر این همون چیزیه که مردم بهش امیدوارن. امیدواریم که بتونیم در سال 2024 این بازی رو ببینیمش. شماره 15 بلک میس ووکانگ. این یه سولز لایک دیگه است رفقا. میدونم این لیست زیاد ازش داره، اما از نظر فنی یه ژانر فرعی RPG هست و همون چیزیه که بیشتر از همه منتظرش بود. این بازی بر اساس رمان کلاسیک قرن 16 چینی جرنی تو د بست نوشته شد. ما تونستیم تعدادی از سلاح‌های مختلف و کاستوم کاراکترها رو ببینیم که از نظر بصری عالی به نظر میاد. باس بتل ها، چالش ها، همه چیز همونطوریه که طرفدارای سولز خواهان شد. اگر دوباره به تاخیر نیفته میتونیم امسال در 20 آگوست اونو بررسیش کنیم. شماره 16 فیبل. دو گزینه قبلی به اواود از ایکس باکس اشاره کردیم، اما اونا هنوز در حال کار کردن روی فیبل هم هستن. این احیای جدید فیبل برای مدتی طولانی در دست ساخت بوده، اما بالاخره یک سال پیش یه تریلر به دستمون رسید که کمی بیشتر در مورد این بازی فاش کرد. اما صادقانه بگم هنوز چیزی در موردش نمیدونم و نمیتونم بگم که هنوز بد یا خوب به نظر. به هر حال توسعه دهنده ها دارن روش کار میکنن و به نظر من که انتخاب خوبی. پس ما هیجان زده هستیم که ببینیم تا کجاها پیشرفت میکنه. احتمال میدیم که امسال بیشتر ازش ببینیم، اما نمیدونیم که امسال منتشر میشه یا نه. به خاطر همین توی این لیست قرارش میدیم. و 17مین گزینه لیست Dragon Age Dreadwolf. این یکی موردم خیلی گولاخ و خیلی وقته که داریم در موردش صحبت میکنیم. مردم تشنه بازی دراگون ایج هستن و میتونن باهاش هر کاری انجام بدن. مقدار کمی ازش به دستمون رسیده، اما میدونیم که بایوفر سالها و سالها روش کار کرده.
اما بیایید روک و پوسکنده باشیم که آیا امسال اون رو خواهیم دید؟ من که مطمئن نیستم، اما خیلی وقته که در دست ساخته و فکر میکنم که امسال مقدار قابل توجهی از اون رو خواهیم دید. بایوفیر تغییرات زیادی رو پشت سر گذاشته. بعضی ها استدلالشون اینه که بایوفیر مثل قبل نیست، اما این فرصتیه که مردم رو متحیر کنه. پس ما هم امیدواریم که این کار رو انجام بده. مورد بعدی شماره 18، پرسونا 3 ریلود. این یارپیچی خیلی شاخ. البته همه بازی های پرسونا شاخ هستن، اما سومی محبوب تری. اما پرسونا 3 ریلود یه بازسازیه که آپشن های بیشتری برای بازی به ارمغان میاره و یه بازنگری اساسی در خیلی از چیزها شد، حداقل اینطور که به نظر میاد. یه آپدیت خیلی خوب برای JRPG محبوب و کلاسیکه که مردم خیلی وقت منتظرشن و چقدر خوبه که قرار روی تمام پلتفرم های اصلی قرارش بدن تا همه بتونن موقع انتشارش که 2 فوریه بود بهش دسترسی داشته باشن. شماره 19، بزرگترین RPG در تمام زمان ها سری فاینال فانتزی. این بار فاینال فانتزی 7 ریبرث با ساسی فاینال فانتزی 7 هست که البته اومده فاینال فانتزی 7 رو از روزای PS1 بازگو کرده و یه سری چیزها رو هم به هم ریخته. در حال حاضر این بازی به چند قسمت تقسیم شده که ریبرث قسمت بعدیشه. احتمالاً قراره بعضی از عناصر جالبتر ورژن اصلی فاینال فانتزی 7 رو ببینیم و پتانسیل این موضوع رو داره که مردم رو متحیر کنه. الان نسخه فعلیش برای 29 فوریه 2024 زمان بندی شده. و حالا گزینه آخر، یعنی شماره 20، کپکام جواب دعای طرفداراشو با دراگونز داگما 2 داد. این مثل یک RPG قدیمی و بزرگ میمونه که خیلی خوب و رو فرم برگشته. خیلی شبیه ورژن اورجینالشه و به نظر نمیاد که تغییر اساسی بهش داده باشن. دراگونز داگما اصلی یه بازی خوش ساخت و باحال و با عناصر فانتزی خوب، باس بتل های خفن و داستان عالی و به راحتی قابل دسترس. بهتون پیشنهاد میکنیم که قبل از نسخه جدید نسخه اصلی رو حتما چک کنید، چون متوجه میشید که چرا مردم انقدر براش هیجان زدن. این بازی قرار 22 مارس 2024 منتشر بشه. بسیار خوب، به انتهای این ویدیو رسیدیم. خیلی ممنون که با ما در این 2 قسمت ویدیو همراه بودید. نظر شما در مورد این 20 بازی برتر RPG که در سال 2024 و یا 2025 منتشر میشن چی؟ لطفاً برامون کامنت بزنید. لایک و سابسکرایب هم فراموش نشید. تا ویدیو بعد همینجا در عصر بازی، وقتتون بخیر، خدا نگهدار رفقا.